پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستند. خانم بنی هاشمی، با وجودی که آمار پناهجویانی که در راه رسیدن به مقصد جونشون رو از دست میدن خیلی بالاست، معمولا خبرهاشون در میان دیگر خبرها گم میشه، اونطور که باید و شاید در واقع شنیده نمیشه. فکر میکنین دلیلش چه باشه؟ درود. خب فکر میکنم مهمترین دلیلش احتمالاً اینه که این مسئله به عنوان یک فاجعه انسانی باید شناخته بشه و اگر واقعاً بخواد بازتاب دقیقی همونطور که شما استنباط کردین در رسانه ها داشته باشه، اون وقت باید عملکرد دولت‌های غربی هم در این رابطه تغییر بکنه و این مسئله یه که احتمالاً بسیاری از دولت‌ها نمیخوان به راحتی با این مسئله روبرو بشن. ما همین الان بحرانی رو داریم در بریتانیا که میخواد پناهجویانی رو که به خاک بریتانیا رسیدن با هزاران مشکلات خودشون رو به خاک بریتانیا رسوندن بفرسته به کشور رواندا و خب میدونیم که در این باره چالش‌های بسیاری هم داره اتفاق میفته. اما اگه نگاه کنیم به تعداد آماری که الان منتشر شده، واقعا میتونیم بگیم ما با یه بحران مسئله پناهجویی روبرو هستیم. این که 2500 نفر جان خودشون رو از دست بدن آمار بسیار زیادیه. این که کودکان معصوم همراه اونها هستن هم واقعا باورپذیر نیست. خب این مسئله نشون میده که یک سری از آدم‌هایی در کشورهای خاورمیانه دارن زندگی میکنن که اینقدر شرایط سختی برای اونها وجود داره، حالا چه به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، که واقعا مجبورن که هر اون چیزی که در زندگی دارن رو در کوله‌ای بریزن و به این راه سخت پا بذارن. در خیلی از موارد خوبه این موضوع رو اشاره بکنیم که وعده و ایدهایی که قاچاقچیان در این رابطه به اونها میدن متاسفانه باعث میشه که خیلی از اونها رو به کام مرگ میبره. برای اینکه مثلا قاچاقچی به اونها وعده یک راه امن رو میده، ولی زمانی که با اون مسئله روبرو میشن چون دیگه راه پس و پیش ندارن، مجبور هستن که هر اون چیزی رو که به اصطلاح آدم برها میگن گوش بکنن و در نتیجه اینی که خیلی وقت از این خطرات، با اینکه میدونن ممکنه این خطرات پیش بیاد، اما راه چاره ای دیگه جلوشون نمونده. خانم بنی هاشمی، در ادامه صحبت‌های شما، بر اساس گزارش‌ها تنها در سال گذشته بیش از 2500 مهاجر در دریای مدیترانه غرق شدند. مشخصاً همونطور که شما هم گفتین با یک بحران مواجه هستیم. روش‌های قانونی بین‌المللی برای جلوگیری از وقوع یک همچین بحرانی رو شما چه می‌بینید؟ چه میتونه باشه؟ ببینید، واقعا در این وقت کوتاه نمیتونیم کاملا بهش بپردازیم، ولی من فکر میکنم که یکی از مهمترین اقداماتی که میشه که انجام داد، یکی از بعد داخلی کشورها هست و یکی از جهت بعد بین المللی. از جهت بعد داخلی، ببینید، کشورها اگر کمک کنن، کشورهای ثروتمند، کشورهای توسعه یافته به کشورهای کمتر توسعه یافته که در واقع اونها هم سطح اقتصادی و اجتماعیشون رو کمی بالاتر ببرن، اساسا ممکنه اصلا جلوگیری بکنه از این موج مهاجرت هایی که داره پیش میاد. مثلا ما میدونیم بعد از جنگی که در واقع در افغانستان راه افتاد، چه موج زیادی از مردم راهی اروپا شدن. ما الان میدونیم که خیلی از بحران هایی که در ایران پیش میاد، مثلا همین اعتراضات بعد از جنبش مهسا، باعث موج جدیدی از مهاجران شده که میخوان در واقع کشور رو ترک بکنن. بنابراین کمک کردن به ایجاد دموکراسی امن در خیلی از کشورها میتونه خوب به خود کشورهای اروپایی هم کمک بکنه که جلوگیری بکنه از آمدن پناهجویان. راه دومی که به نظر میرسه، خیلی از فعالین حقوق پناهجویی پیشنهاد میکنن که در کشورهای مختلفی دفاتر امنی تأسیس بشه که به اصطلاح پناهجویان نخوان برای رسیدن به خاکهای امن از آبهای مثل آبهای مدیترانه یا کانال مانش بخوان حرکت بکنن. اگر در همون در واقع در خیلی از مرزها ایجاد دفاتر سازمان ملل بشه، ممکنه افراد در همونجا سکنا گزینش بکنن و در واقع کیسشون رو همونجا ارائه کنن. اگر پذیرفته شد، بعدن فرستاده بشن به کشورهای توسعه یافته. بله، بسیار سپاس و ممنون از شما، پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما.